داستانی واقعی و ترسناک از زبان یک زن عرب که توسط شوهر بیرحمش زنده به گور شد و چیزهای ترسناکی رو داخل قبرش دیده بود. امروز قراره که یک داستان بسیار ترسناک و ناراحت کننده رو براتون تعریف کنیم که کاملا واقعی و در انتهای ویدیو منبع این داستان رو براتون ذکر میکنیم. داستان مربوط میشه به مرد بیرحمی که زن خودش رو زنده زنده در قبر دفن کرد و به هوای بالا کشیدن ارثیه زیادی که از پدر زنش به همسرش رسیده بود قصد داشت زن بیچارش رو بکشه، اما در کمال تعجب یک معجزه بزرگ رخ داد و برای این خانم در قبر اتفاقاتی رقم خورد که باورش برای خیلی ها سخته و تمام جهان عرب رو در شوک فرو برده. اما قبل از تماشای این ویدیو از شما همراهان عزیز یک خواهش دوستانه دارم. برای تولید و جمع‌آوری این اطلاعات و تهیه این ویدیوها زحمت‌های فراوانی کشیده میشه و من به نمایندگی از تیم آمازون تیوی از شما خواهش میکنم برای اینکه خستگی این کار از تن تیم ما بیرون بیاد، حداقل این ویدیو رو لایک کنید و نظر خودتون رو حتی در حد یک ایموجی برای ما کامنت کنید و این کار شما قطعاً برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. راوی داستان که خانم این مرد بیرحمه، در حالی که نمیتونست جلوی اشکهای خودش رو بگیره و از چهرش مشخص بود که یاداوری اون لحظات چقدر براش ترسناکه، داستان رو اینطور بیان میکنه: من شاغل بودم و همسرم مدت زیادی بود که از کارش اخراج شده بود و من خرجی خونه رو میدادم. اون روز مثل روزهای دیگه از سر کار به خونه برگشتم و وارد خونمون شدم. شوهرمو دیدم که توی اتاق همراه با برادرش نشسته بود و با هم داشتن با صدای یواش حرف می زدن. از برادر شوهرم هیچ وقت خوشم نمی اومد. اون آدم عیاش و دستکجی بود. بهشون سلام کردم و رفتم توی اتاقم تا لباسامو عوض کنم. در همین لحظات بود که شوهرم اومد داخل اتاق و در حالی که توی دستش یک لیوان شربت خنک بود به من گفت: عزیزم، این نوشیدنی رو بخور، برای تو آماده کردم تا خستگیت رفع بشه. از رفتار خوب شوهرم تعجب کردم و بهش گفتم: خیلی ممنون عزیزم. یه جورایی باورم نمیشد این همه مهربون شده، آخه اصلا از این عادت ها نداشت. ولی به محض خوردن نوشیدنی سرم شروع کرد به گیج رفتن. من داشتم از هوش میرفتم و تمام بدنم یه جورایی کاملا بی‌حس شده بود. نمیدونستم چه اتفاقی داره رخ میده. یه جورایی همه جا داشت تاریک میشد و چشام دیگه هیچ جا رو نمیدید. تا اینکه دیگه کامل از هوش رفتم و دیگه هیچی رو به خاطر ندارم. وقتی دوباره به هوش اومدم احساس کردم که تمام بدنم فلج شده و نمیتونستم حتی یه کلمه رو تلفظ کنم و حرف بزنم. تا اینکه بعد از چند ساعتی متوجه شدم که کاملا لختم و داخل یک پارچه پیچیده شدم. با زحمت خیلی زیادی تونستم خودم از اون پارچه بیرون بیارم. همه جا تاریک بود و به سختی میشد جایی رو دید. ولی به محض دیدن پارچه سفید و کفنی که دورم پیچیده شده بود، متوجه شدم که من توی یک قبرم و اینجا دفن شدم. اینجا بود که تمام انرژیم رو جمع کردم و با تمام توان جیغ کشیدم و سعی می کردم کمک بخوام. نمی دونستم کجام. آیا واقعا شوهرم منو توی قبر دفن کرده یا یک جای دیگه هستم؟ چه اتفاقی رخ داده؟ من اینجا چی کار می کنم؟ با دستام چیزهایی رو توی قبر لمس می کردم که بدنمو می لرزوند. واقعا توی اون تاریکی ترسیده بودم و نزدیک بود از شدت ترس همونجا سکته کنم و زندگیم تموم بشه، و ای کاش که همونجا زندگیم تموم میشد. به خداوند بزرگ قسم که اون لحظات خیلی ترسناک بودن و حتی برای دشمنم هم همچین لحظاتی رو نمیخوام. راوی داستان میگه: من تا ساعتها جیغ میزدم و با صدای بلند کمک میخواستم و من صدای افرادی رو که از بالای قبرم رد می شدن رو می شنیدم. توی اون تاریکی قبر نمی دونستم که الان شب یا روز.
جیغ میزدم و نمیدونستم واقعا چه اتفاقی رخ داده و من الان توی قبر چی کار میکنم. فقط امیدم به خدا بود و منتظر بودم تا یک معجزه رخ بده و من نجات پیدا کنم. خیلی سعی کردم تا قبر رو باز کنم، اما زورم نمیرسید و انقدر زمان سپری شد که دیگه توان جیغ زدن یا تکون دادن تنم رو نداشتم. با ناله میگفتم کمک، کمک. ناگهان معجزه بزرگی رخ داد. چند نفر دور قبرم جمع شدن، انگار صدامو شنیده بودن. گفتن کسی داخل این قبره؟ وقتی شنیدم که کسی صدام رو شنیده، انرژیم رو جمع کردم و با صدای بلند فریاد زدم آره، من داخل قبرم، نجاتم بدین، خواهش میکنم که نجاتم بدین. اونها قبر رو باز کردن و من رو همراه کفنی که دورم پیچیده شده بود بیرون آوردن. خیلی از مردم از سر و وضع من و قیافه ژولیده من ترسیده بودند و با تعجب و ترس داشتن به هم نگاه میکردن. اونا اینطور فکر میکردن که یک مرده دوباره زنده شده. اصلا به هم نزدیک نمیشدن و فقط چپ چپ زیر چشمی نگاه میکردن. تا اینکه شخصی جرأت کرد و اومد جلو و عبای خودش رو روی من انداخت. وقتی نگام به دستم افتاد دیدم که پر خون و در همین لحظه بود که متوجه شدم رگهای دستم پاره شدن. شوهر عوضی من علاوه بر این که به هم سم داده بود و فکر میکرد که از این دنیا رفتم، رگهای دستم رو نیز پاره کرده بود و به مردم گفته بود که من خودکشی کردم و چون ما توی یک شهر کوچیک زندگی میکردیم، مردمم باور کرده بودن و خیلی پیگیر ماجرای من نشده بودن. اما من تا اون لحظه هم نمیدونستم که کار شوهرم و نمیدونستم که هنوز چه اتفاقات عجیبی برام رخ داده. چند نفری که دوروبرم جمع شده بودن ازم آدرس خونم رو میپرسیدن و من کاملا گیج بودم. تا اینکه یک نفر من رو شناخت و گفت این زن فلانی و خونش فلانجاست و بلافاصله من رو سوار ماشین کردن و بردن جلوی در خونم. اونها منو به خونم رسوندن و برادر شوهرم در رو باز کرد و وقتی با من رو در رو شد ماتش برده بود. برادر شوهرم منو به داخل برد و با وحشت و تعجب به من نگاه میکرد. من ازش سوال کردم چه اتفاقی برام افتاده؟ شوهرم کجاست؟ من ساده لوح نمیدونستم که همه اینها زیر سر شوهر و برادر شوهرم بوده. برادر شوهرم با تعجب به هم گفت تو الان زنده ای؟ تو هنوز هم زنده ای؟ هنوز توی شوک بودم که شوهر عوضیم با خشم و نفرت از پشت با یک چوب به سرم ضربه زد. تا اینکه دوباره کاملا از هوش رفتم و هنگامی که به هوش آمدم دیدم که توی یک مکان مجهول و تاریکی روی یک صندلی بسته شدم و پاهام و دستام و دهنمم بسته شدن و اینطوری بود که من 4 ماه در اون مکان تاریک و نمور حبس شدم. هر روز شوهرم نزد من می اومد و کتکم می زد و می گفت کی می میری تا از دستت راحت بشم؟ تمام اموال تو برای من و باید زودتر بمیری تا همه اون اموال مال من بشه. اون هر روز من رو تهدید می کرد که دخترم رو می کشه و اگه من سعی کنم فرار کنم یا از اینجا بیام بیرون قطعا هم من و هم دخترم رو یک جا می کشه. وقتی که همسایه ها یا دختر بزرگم که 11 سال سن داشت از شوهرم درباره صدای جیغ زدن من میپرسید، اون به اونها میگفت که من دیوانه شدم و بعد از اینکه از قبر بیرون اومدم مشاعرم را از دست دادم و خلوچل شدم و تبدیل به یک آدم خطرناک شدم. با همین ترفند به هیچ کس اجازه نمیداد که به من نزدیک بشه یا منو ببینه. زمانی که دختر کوچیکم سعی میکرد که به من نزدیک بشه یا در اتاقم رو باز کنه، مانع اون میشد و بهش میگفت که من خطرناکم و گاهن اون طفلک رو هم کتک میزد و اون بیچاره هم باور کرده بود که مادرش یک دیوانه است. مدتی گذشت تا اینکه دختر بزرگم یک روز دیده بود که شوهرم من رو کتک میزنه و زیر دست و پاهاش لگد کوب میکنه. برای همین توی حرفاش به پدر یکی از دوستاش که همسایمون بود این ماجرا رو تعریف میکنه و اونا هم این موضوع رو به پلیس اطلاع میدن. پلیس اومد و متوجه شد که توسط شوهر مریضم حبس شدم و کاملا سالمم و یک بیمار روانی نیستم. همسر من دستگیر شد و اکنون توی زندانه.
تا به اون لحظه من در ثبت احوال یک مرده ثبت شده بودم و گواهی مرگم هم در روز دفنم صادر شده بود و شوهرم هم با گواهی انحصار وراثت تمام اموالم رو از چنگم در آورده بود و خرج عیاشیش کرده بود. حالا هم چند تا خیر خرج زندگی من رو میدن. شوهر من به هم رحم نکرد و کاری با من انجام داد که حتی توی خوابم تصورش نمی کردم. اون 4 ماه کامل من رو زندانی کرد، اون هم بعد از اینکه سعی کرد من رو زنده زنده توی قبر دفن کنه. هنوز هم باورم نمیشه که شوهرم چطور تونست به خاطر پول و میراث این بلا رو سر من بیاره. و قطعا هستن انسانهایی که مثل این مرد به خاطر پول و شهوتشون به هیچ کس رحم نمی کنن. به نظرتون باید با همچین شوهری چیکار کرد؟ خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.